غیرتت قبول میکنه که یه گوشه بایستی فقط تماشا بکنی؟ حرفی نیست جان. در بیمارستان های صحرایی را از همین تهرون با جهان شروع میکنی. حد اکثر تو یک ماه آینده مجهزترین بیمارستان صحرایی رو تعمیر کنی. 48 ساعت. من فکر میکنم ما با کرونا طرفیم. شامیری من عادت ندارم یه حرف رو دوبار بزنم. 48 ساعت از همین الان شروع شد. چی آماده نیست؟ من با چی جور سرهم کنم؟ حالا خدا بزرگمونم درست میشه. خدا که بزرگه، دل ما کوچیکه. حواستون رو جمع کنید، خبر اعلان عمومی میشه. جنگ اصلی ما از فردا تازه شروع میشه. ببخشید یکم دیر شد. آقای توفیقی مشاور حقوقی بیمارستان هستن. آقای مقصود. بله بله، من ارادت دارم خدمت آقای ابراهیم، فقط آقای ابراهیم ما رو یادش نمیاد. یعنی شما این ماجرا رو تا الان نمیدونستی؟ نه خب تا حدودی در جریان بودم، اما اسناد قطعی مربوط به تغییر کاربری رو آقای توفیقی اخیراً به من دادن. تو اون منطقه تا فردا یه بیمارستان صحرایی احداث میشه. من میگم شما کار خودتون رو جلو ببرید، منم کار خونه رو میکنم. من نمیتونم اجازه بدم. شما؟ تا جایی که من میدونم این بیمارستان یه رئیس داره که هنوز داره نفس میکشه. تا وقتی که نوروزی زنده است شما تصمیم گیرنده اصلی نیستید. فکر کنم به شما اطلاع ندادم، من یکی از سهامدارای اصلی و مدیر این بیمارستانم.
آقای مقصودی، همون رئیسی که الان داره نفس میکشه زیر اون برگا امضا زده، با تغییر کاربری زمینم موافقت کرده. آقای ابراهیم، اگه از من میشنوی سراغ دکتر نوروزی نرید، ایشون حالش مساعد نیست، استرس برای سمه، اگه اتفاقی برای ایشون بیفته اون وقت برای شما هم خوب نیست. آقا نوروزی رو من میشناسم، اون پوست کلفت‌تر از این حرفاست. قانون آقای مقصودی بعید از شما بخواید جلو حکم قانون وایسید. آقا البته تا قانون چی باشه و چجوری تفسیر بشه های توفیقی، یا علی چند چندی؟ فعلا که دست بالا دست ماست. کل شرطر از این حرف هست، میبینی که داره کارشو پیش میبره. بسپرش به من، سرسختار کل شرطر از اونم جلو من زانو زدم. بازنده است ولی رجز میخونه، ازش خوشم میاد. خاک بر سرت، هنوز هیچی نشده، وا دادی؟ اینقدر نترس شما میری، اون از جنس خود منه، میدونم باید باش چی کار کنم. تا پس وردا این بیمارستان صحرایی فاتحه. بیسکویت تو بخور. سلام آقای فنایی، سری باید ببینمت. کریم اینا سه نفرم، من یه نفر میخوام. میبری؟ آره جا دارم، بگو بیام بالا. بیا سواشم. آره بیام، بیا سواشم. بیا بالا آقا، سواشم. نوبت هم میدی به من؟ نوبت هم میدم به شما. بزن برو یا علی. یا علی مدام. بیا بالا آقا جون. بیا بالا. میبینم کنسرت داریم. آره ولی تو خر. تجویش شار نفر حریم دادا زیاد داد ندم، بهت فشار میاد. ببین تو خوبی. تجویش شار نفر. کریم راستی کریم جواد بیا. چیه؟ اینه بساز جانمون داری چشید داد به شکسته باز کچ بگیریم. آش، نمیدونم. همچین بشه. تجویش نفر، یه چایی هم برام بکنه. آش، الان واسه میریزم. آفا. یه الان یه جوری میسازم که تا خودت تجویش بندری بزنی. خیالت راحت. دم شما گرم، ای والله. اینو بخور، یه فاطمه واسه مادر خدا بیار. خدا بیا علی بدر. من هر چی میگم باید به خودتو میزنی.
خدا چکم برگشت خورده، شرایط کارم هم تو میدونی وضعیت خانواده هم که تو میدونی نفر پنج تومنه، سه تاش میشه 15 تومن، ولی من شما رو مرکنی میبرم به جاش تولد مبارک بزنید تو خود تشش باری کنم بیبرم. مرد حسابی میخوای نامزده تو سیپریز کنی برای تولدش، الان به ما یه ساعت دوتر زنگ بزن، الان دو ساعت ما اینجا علاف اینیم که را کلی باید کاسه بکنم دیگه. آقا بزن بریم. چشم سلام، خیلی مخلصم خانوم، خوبی سلامتی؟ خوب الحمدلله. چی صدا؟ تولد داریم، تولد شروع کردی؟ بله میدونم، ما هم یاد اون میرم تولد شما، بعضی ها میگه یادشون رفته. سلام احمدی، ببین بله اومدم دفترت نبودی برای یادداشت گذاشتم. نه میدونم که دکتر نوروزی زیر اون برگه های تغییر کاربری زمین رو امضا کرده. تو فقط به دکتر بگو برای من یه هفته وقت بخره، همین. زنده باشی. ببین تا شب نامه به دستم برسه. یعنی ماشاءالله بابا بجون تختا رو کمدا بره بخش داخلی، این تختای چوبی بره توی چادرا، تختای اصلی بره تو بخش، سیاره رو هم ببرید توی اورژانس. ماشاءالله بجنبی. خب جان خوبه؟ ببین اینا چادرای اصلی مونه و هم متصله، بخش مردان و زنان اون برم اورژانس. حله ماشاءالله بابا. بودو 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 آقا دستتون خالی شد بیاد بقیه رو ببرید بچه ها. الیاس بفرو بیام ببرن سر. میتونی تکی ببری؟ ماشاءالله. ابراهیم اینا رو تو برده کسی چیه؟ آروم نیفتا یه سر این بگیر سر این بگیر جان تو برو چادران ببین محلش بگیر. ماشین از جا بردار، باید داشته باشه ماشین آقا جلو دره. آقا من حراستم خواهش میکنم. آقا جد شما بارو من هستم، برو هستم. سلام آقای شاه میریم. آقا شما هم کجا میریم؟ من باید صحبت کنم با دکتر. با کی صحبت کنم؟ باید سی مداری که بهشون نشون بدم. آقا بایستا با من صحبت کن. چی میگی شما؟ مشکل چیه؟ یا ماشین تو از اینجا بردار. آقا جد من مسئولیت دارم. من باید صحبت کنم با دکتر جان. شما برو کنار ماشینش بایستا، من هستم. برو نگران نباش. برو حضور شما اینجا جز ایجاده. اجازه بدین من با آقای دکتر صحبت کنم. من با ایشون حرف دارم. سلام آقای دکتر. سلام علیکم آقای دکتر. من مادم عرض بکنم که این زمین سند معارض داره، تقاضای تغییر کاربریش هم سخت شده، ساختن بیمارستان توی این زمین قانونن اشکال داره. اولا من دکتر نیستم که کشاورزم. خواهش میکنم. ثانیاً شما میدونی که پارک کردن ماشین جلو در بیمارستان اگر آمبولانس بخواد بیاد تو و نتونه بیمار فوت بکنه قانونا قتل عمد محسوب میشه. آقای دکتر چه ربطی داره اینا؟ منظور آقای دکتر اینه که شما الان ماشینتون رو دقیقاً جلوی بیمارستان پارک کردی ایشون. بیمارستان چوکه جالبی بود، یادم اون آقای محسوبی. آقا مگه شما نمیگی قانون؟ الیا اونجایی؟ بده اون نامه رو. این نامه خود دکتر نوروزی.
یه هفته به ما مهلت داده بعد از اون صحبتایی که با هم دیگه کردیم که ما کارامونو جلو ببریم. شما دیگه چی میگی؟ شما میدونی اینجا بیمار کرونایی زیاد میره. کرونا میدونی چیه؟ یه چیزی مثل حناق میمونه، داره چه برای سلامتی ضرر. چشمای دکتر، من میرم، اما شما منو به عنوان یه دوست خیرخواه بدونید نه یه رقیب. آقای دکتر گفتن حضور اینجا برای سلامتیتون ضرر داره. بفرمایید. رفت دیگه. چون به من نگفتی؟ اگه میگفتم پامی شدی بیا اینجا؟ پامی شدم میامدم یا نمیامدم باید میگفت. آقا حجت بارو بشین، بشین حله. سلام علیکم. هنوز اینجا افتتاح نشده. من با دکتر جهان کار داشتم. دکتر جهان؟ اینکه با دکتر جهان؟ خیلی خوب، بیا این گوشه پارک کن. بیا. ممنون. خوش اومدین. به سلامت. آقا شماره کارتتون رو به من میدین؟ واسه چی؟ کرایه رو میخوام به حسابتون بریزم. من یه سند و مردا که خونه میخوام به نام بزنیم. ده تا پول که این حرفا رو نداره که. گفتن تا میتونید از پول استفاده نکنید. برای چی؟ مگه خبر نداری کرونا اومده؟ اومده که اومده. آه نمیخواستم. میدونی چیه؟ ده تومن حلاله. خب برای پدر مادرم این صلوات بفرست. بیا یه چایی هم بهت میدم بخور. یه صلوات دیگه برای پدر مادرم بفرست. بیا داداش بفرست. مسخره کردی؟ میگم مرد حسابی کرونا اومده به من چایی تعارف میکنی؟ برو بابا. شیمیایی زدن این کارها رو نکردیم. چیزی نگفتیم. یکی کروناست دیگه. ای بابا. کریم. کریم سواری. بله. بیا. تجریش. تجریش. بیام چه زود نوبت ما شد. نوبتت نشد که کریم جون. میخوان تبه تو بگیرن. اه پاشورم میکنن. مزه نریز دیگه بابا. بریم بی چه خبره. چقدر خلوته با بچه ها. میترسن بیان. نه با وایسو تو تا سوا کن مردم برو. میترسن درست که تو خونه بمونن قسطشون عقب بیفته. اون وقت میاریم که سر دوتا مسافر یقم دیگه رو پاپیون میکنن. آقا یه رفت کسی شما کی سرفه میکنیم؟ من الان 38 ساله داداش. مسخره میکنی منو؟ نه داداش، اما تو خیبر طلایه. اگه یه روزی سرفه نکنه کرونا داره. خوبه برو. خیلی کاری چون اونجا بشیر خودم خستگی داره. سلام دکتر جهان. سلام. خسته نباشی.
شما اینجا چی کار میکنی؟ اومدم برای کار مثل بقیه. کار؟ چه کاری؟ کار داوطلبانه. شما شنیدم بازنشسته شده. برای شما کاری نداری؟ بازنشستگیم ربطی به کار کردنم نداره. اتفاقا اینجوری که راحت ترم. کار اینجا سخت و طاقت فرساز. ما به نیروی جوون و تازه نفس احتیاج داریم. اون وقت برای شما سخت نیست؟ برای شما سنگین نیست؟ شما نیروی تازه نفسی؟ پس میخوای مقابله به بست بکنی؟ خانم من رئیس این بیمارستانم، لزومی نمیبینم برای تصمیماتم به کسی توضیح بدم. شما مثل همیشه لجباز و یدنده. پس اومدی که تصویه حساب بکنی. آره؟ تصویه حساب؟ فکر میکردم بعد از این همه سال دیگه باید خوب منو شناخته باشی. یه وقتی فکر میکردم تو رو خوب میشناسم، ولی خدا رحمت کنه دکتر رؤوف استادمونو، میگفت جهان همیشه میخواد که حرف آخر رو خودش بزنه، هیچ وقت نمیخواد بازنده باشه. الان میفهمم چی میگه. من خیلی گرفتارم، سرم شلوغ. بازم میخوای حرف آخر رو خودت بزنی؟ اما ای کاش که تو زندگی خصوصیت هم... خانم حمیدی تو سوپروایزر خوبی هستی، تو این شرایط هر که بری رو دست میبرنت. همیشه آرزو داشتی توی بیمارستان شیک و مند بالا کار کنی. اینجا من چند تا تیر تخته رو سر هم کردم، به کلاس شما نمیخوره. حالا چی داره تصویه حساب میکنه؟ من به وجود شما احتیاجی ندارم. الیاس آجا کشکل دارم، برو یه سری بزن. خانم حمیدی خانم حمیدی سلام. سلام. شما اینجا چی کار میکنی؟ چی بگم والا، اومده بودم داوطلبانه کار کنم. خب چی رو دارید میرید؟ حالا دیگه مشکل جهانه؟ خانم کسی رنگ این کمانو میبینه که تا آخر بارون صبر کنه. لباس کار رو بردی؟ تو ماشینه. بخش مردان، بخش زنان، اون دوتا چادر. کارتون از اونجا شروع کنید تا بعد ببینیم چی میشه. زنده باشید. اینجوری گذاشتی؟ مگه اومدن فیلم نگاه کنن؟ من نمیفهمم. یه پرستار بخواد بیاد، مریض بخواد بخوابونه، دستگاه اکسیژن هست. شما برای چی این کارو کردین؟ ما دکتر جهان گفتن دکتر بذارم قرار شد بعدم دکتر جهان گفته باشن. درست. شما به عقلت رجوع کن. از این به بعدم هر چی که من میگم اینجا انجام میشه، نه دکتر جهان. تجهیزاتو من میگم کجا بذارین، تختو من میگم کجا. سلام عزیزان، حمیده هستم، سوپروایزر این بیمارستان. خانم حمیده، الان میگی باز چیکار کنی؟ اون تخته رو باید همه رو جمع کنی. همه اینا رو؟ آره. درست طول کشیده تو اینا رو چیدیم. باید دل شده ما همه اینا. خیلی خوب، خسته نباشی. ولی ببین اینا رو چقدر خوب چیدی. فاصله داره، همه میان رد میشن. بریم به کارتون برسیم، از بقیه هم کمک بگیریم. تخته اینجوری بذاریم. بچه های تخته رو جا به جا کنید، از اینداری بگذاریم. بچه همین کی رو بیرون؟
چیکار داری میکنی؟ آقای خانم دکتری اومدن گفتن تخته رو اینجوری بذارن. این خانم دکتر رفت همین سال نبقا همینجا این تخته جا بجا کنم. خانم حمیدی شما اینجا چی کار میکنید؟ من سوپروایزر این بیمارستانم، پس باید کجا باشم؟ سوپروایزر؟ من به شما عرض کردم که به وجود شما احتیاجی نداریم. منم عرض کردم خدمتون، من داوطلبانه مشغول به کار شدم، حقوقی هم نمیخوام. اینجوری که نمیشه، شما نمیتونید اینجا بمونید. آقای دکتر، من از طرف مافوقتون دعوت به کار شدم. ماسکتون لطفاً فراموش نشید. مافوقم کیه؟ جهان خلی رزا، مجید فرهم، برید بیرون. چی شده؟ مافوق اینجا چی کار میکنه؟ من بهش گفتم بیا. برای چی؟ ما با آفاق نیازی ندارم. جهان جهان من مسائل شخصی نکن، گذشته ها گذشته. آفاق نمیتونه اینجا بمونه. باشه، اصلا هرچی تو میگی. تو یه سوپروایزر با تخصص این خانوم به من معرفی کن، بردارم بیارم اینجا. من همین الان ایشونو مرخص میکنم. مریض هستی مسافر کشی نیا. ببخشید. ببخشید شما به چه درد ما میخوره؟ حالا من چیکار کنم ها؟ آقا حداقل ماسک بزنید. ماکس مگه گیر میاد تو این اوضاع؟ ماکس 500 تومانی خریدم 15000 تومان. خدا رو خوش میاد. آقا اگه ماسک نمیزنید حداقل نگه دارید پیاده شید. منم پیاده میشم. خب آقا جون ماسک دیگه، اینا مال دوره جوانی ماه، به سن شما قد نمیده. خیلی هم بهتر از این ماسک سوسول موسیقی شماست. ایوان داری آجی به خدا. آخر خطه آقایون بفرمایید. دست درد پدر جان، آخر خطه، نمیخوا پیاده شی؟ چی همون؟ ساعته نمیشتم هم ترمینال اسمشا نمیتونم. ترمینال کجاست؟ میخوا بری مسافرت؟ میخوام برم منجیل خونمون. آها، ترمینال جایی باز نیستشه، به خاطر این کرونا همه جا رو تعطیل کردن. پدر جان الان با تو هم با این حال خراب نگاه کنه، چه تبی داره چه عرقی داره، جایی نمیبرن که نوکرت هم. مگه نمیشنوی من میگم میخوام برم خونمون. عجب گیری کردیم، عجب روزی شد واسه ما به قرآن قسم. میگم که تهرون جایی چه میدونم مکان جدی ببرمت ها.
کس و کار زیادی اینجا ندارم، برای کار اداری اومده بسن. یکم یکم تعمل کن، تو رو میبرم به بیمارستان جایی میرسن، یکم تعمل کن. جان من طاقت بیار، اما جان من در طاقت بیار نمیه. به قرآن من خیلی کسو کار دارم، کلی پرستار و دکتر و وزیر وکیل همه رفیقم هم هستن. ببین اصلا بلش کن، خودم میبرم یه بیمارستان که به صدا رئیس بیمارستان دکتر جان رفیق فابریک و چینگ خودمه. یکم تعمل کن. چه خبر اینجا؟ چی تو اون چمدونه که برشته میکنی ها؟ بنام بگم چه خیلی کاری میشه کرد؟ این که نمیفهمم چی میگم. جانم تو میتونم بابا همه اینا که من اومدن اینجا همشون مریض دارن. آقا مریض من اورژانسی، باید با ماشین ببرمش تو. قربونت برم، وضعیت همه اینا که اینجا واسه همشون اورژانسی ان. ای بابا اقلا یه ویلچر بده، با ویلچر ببرمش. آقا من میگم بیم قربون اون شکل روی ماه دارم، میگم بیمارستان پرش، تخت خالی نداره. شما به من میگی که ویلچر بدم مجبور به داخل. میگی من چیکار کنم؟ من چه میدونم همو. من چه میدونم شما چیکار کنم؟ یه چیه رو بیچه دو رفیقه دکتر جان هستم. دکتر جان رو میشتستی؟ ببین دروا کن چون آن یه دروا کن. اصلا چکارشی؟ ببین چون تو دروا کن بهت میگم، تو دروا کن. ببین چون تو دروا رئیس بیمارستان اونجا من چجوری دروا کن؟ نه بابا نداره بابا من به خودم دروا کن، اینو وا کن یه دروا. من بس میگم بابا من نمیتونم این دروا کنم برای شما. آقا برو آقا، برو سیگار اینجا بکی، برو دکتر جان رفیق فابریک و جینگه زمان جنگ منه بابا. دو دکتر تو الان برو بهش بگو کریم اومده، کریم سواری گوش بده به من. تو برو بگو کریم سواری اومده. دکتر جهان خیلی وقت در این بیمارستان گذاشته رفته. همو اصلا شما حقیقت میکنه رفیقشی؟ آره به قرآن بستن، ما جنگ با هم دیگه بودیم بابا. به خدا من نمیدونم، بفهم برو بیدونم، برو بیدونم به خدا من نمیدونم. برو برو انونو خوردن هنه، برو برو بیا من زدیدم خب چیزایی ازش شنیدم. خب نشیده بگیرم آدرس چیزی؟ نه نه برو اونو گوشه باش را بگیرم دهنه جمع به امام زمان. برو آقا برو برو آقا برو اینجا سیانه که خونو مر باشه دیگه. نه من یار اولمان اوصا به فدر اولمان من جزنی من جزنی چه خبره؟ چه خبره؟ اینجا بیمارستانه، گاراژ که نیست. سلام. علیکم السلام. مریض دارم. و مریض داری؟ این بیمارستان هنوز افتتاح نشده که مریض بیاری. من خودم نوکرتم. من رفیق فابریک جینگ دکتر جهانم. دکتر جهان مریض آر اورژانسی دارم. جهان جهان هر کسی میاد اینجا برای اینکه وارد بشه میگه جهان جهان. خیلی خوب یا داره واکن بره. خیلی خوب برو جهان. یا اوتو باز کن. جهان جهان یا جواب بده دی. کجا هستی؟ یه جای ندیدم.
فیلمی چیزی نبوده. کجاتون درد میکنه؟ سینه. اسهال، استفراغ. آخوختم بشنم بالاست. درازش کن، دکمشو باز کن. اینو برای چی آوردی؟ چمدونم بذاری زیر تخت. چمدونم زیر تخت. اولین مریض چرا قدمش سنگین باشه و ادامه پیدا نکنه؟ انشالله دکتر تبش بالاست، قفسه سینه‌ش هم خیلی سنگینه، خسخس میکنه، ولی خیلی عرق کرده. سروم تراپی بشه، دیفتراکسین هم بهش تزریق کنه. چشم تو ممنون. بجنبی عزیز، اون تختا بیاره، تختا بیار، چادر دوتری ها سری سری. عزیز این بیمار کی آورده؟ آقا ایشون کنر فنه قرمز هم یه آقا آورده. این آقا آشنا به نظرم میاد. آقا من امیرم، سرد خونه بودم. آقا ابراهیم گفتم بیام اینجا، من آمدم جاره کمک. امیر؟ بله بله. عزیز سریع تر آقا بود. این بیمار چه نسبت با شما داره؟ شما فکر کن دوامه. من قوه تخیلم خوب کار نمی کنه. منم حسیات و بچگی ضعیف بوده، یادم نمیاد. این چیه زدی؟ ماسکه دیگه. میبینم ماسکه. نه بعد کجا آوردی؟ این شما رو انبال داره. ببخشید شما؟ واقعا مفهوم نبود یا چی؟ نه این شما رو انبال داره، صاحب داره. این 38 ساله که دست خودمه. 380 سالم که دستت باشه؟ با صاحب داره. سلپا هم صاحب داره. کریم آمورازی؟ نوکرتم دکتر جون، کریم سواری. خیلی غلامه دکتر جون. کریم آمورازی؟ نه برای من توی این بریز. باشه چشم. کتری رو چرا آوردی؟ برای که تازه تر و مشکی تره. بیا اگه طعم دیگه ایم خواستی باست بریزم. آن اون کردم هستم. همین خوبه. خدا رحمتش کنه. خانم نموشی خوردی فاتحه هم واسه مادر من بفرست. خدا رحمتش کنه. نگاه کن دوباره من توی بیابونا بیمارستان بادیان. آخه من واقعا موندم. تو خسته نمیشی از این کار؟ بیمارستان به اون خوبی رو ول کردی، بعد بلند شدی اومدی اینجا تو این بیابون داری کار میکنی. واقعا خدا رحمت کنه اون زهرا خانمو چه جوری با تو میساخته ها. من در عجبم. چای تو بخور، برو رد کارت. اصلا الکی میگم یادت رفته تو کعبه پنج زیر آتیش تو خونپاره و شدید دوباره اومدی با این الوار ملوارا و چهار تا تخت مخته ها یه دون اتاق عمل درست کرده بودی. بعد من اون پسره رو ورشم آوردم که میخواستن اینکه پاش مجروح شده بود. بعد همه دکترها گفتن پاش قطع کنن، شما گفتی نه من پاش قطع نمی کنم. اون میگه اون اسفانیه قطع بلنده رو میگی؟ آره دیگه همونو بگم دیگه. اون که اولا پاشو قطع کردم بیچاره یه پا شد، بعدم آمبولانس رو تو چپ کرده بودی. من کجا چپ کرده بودم بابا؟ یادت رفته اومدم گفتم خونپاره خورده جلو ماشینشو، اینا چپ کردن، راننده شهید شده، اینم کنارش مجروح شده بود. بعد من اینو ورشتم و بردم عقب، گفتم این دکتر اینجوری شده، حالا من چیکارش کنم؟ بعدم تا من وارد شدم بودی و بفرما تازه این تازه کار دوباره اومد. تازه کار بودی دیگه، الانم تازه کاری.
الان یه دست انداز نمیتونی رد کنی. خوش بر بینم. خوشم بیاد پیر شدی. ولی هر روزم همه رو حریم پیار راستی رو خواستم بگم صبح داشتم میمونم اصلا این عکس کربلا پنج رو اشتم بودم نگاه کن این توی این هم اینجا چقدر تازه کاری چونو من نگاه کن این هاشش این هم منم این پسر هم یاد باشه تی خود تو سر شهید شدی یاد بیاد اینو من تازه کار آره بچی چی شد چی شد پام گرفت خود دوباره گرفت ببینم ببینم بده من بیان پارو بده ببینم بیا بالا ببینم بیا بالا ببینم ببینم اش پس موشو بکن هنوز هم در حدی کارات وعده داشتی دکتر جون نو کرده سلام خبرات بله فردا بله میسان چیکار میکنه تو خودت نکن آقا هنوز تو سیستم نشسته چه عجله ای داری شما یعنی چه عجله ای داری ما نشسته اینجا من پنیر نمیخوام خانم با هم بزنید با هم شما چه رفتی داری با من کار دارم خانم شما بفرمایید داتون تماس میگیره خب چه تماس میگیره الان من 10 روز منتظر تماس شما دیگه اگر نمیومدم اینجا آقای محترم سیستم قطع به من ربطی نداره مشکل من نیست حالا من چیکار کنم برام میگه الان چیکار کنم اصلا نیازی به حضور شما نیست شما بفرمایید ایمیلتون ارسال میشه کی به ایمیلم ارسال میشه تا غروب ارسال میشه تا غروب نشد دوباره فردا صبح بیام اینجا تا شب حتما ارسال میشه بفرمایید خانم کریمی نه من ماسک میزنم نه چیزی خانم ببخشید من اگه بخوام کنسلش کنم تو کی وقت دارم آقا ما رو مسخره کردی نه به ما عجلت نبید نه همینجوری فقط میخوام بدون نه مثل این که کلا به خودت هم نمیدونی چند چندی بفرمایید برکی نرسار میشه بفرمایید حجت آقا بگو بیاد دیگه دیوار حجت خال دارم که اومدم اینجا رفتو ببینم چی میخواد آقا دکتر این کلابه کرده از صبح تا حالا 20 بار اومده میخواد با شما کار کنه چیکار داره نمیتونم برو صداش کن ببین آقا شر ها برو صداش کن بیا ببینید آقا سلام آقا این دکتر جوان رو من میخواستم ببینم دکتر جهان چیکار داری؟ کارشون دارم. باید به خودشون بده. فرض کن من دکتر جهان. آقا شما لطف کن بگو دکتر جهان بیا. فرض کن من دکتر جهانم دیگه. چیکار داری؟ آقا این چه مسخره بازی اینجا رو انداختی؟ شما بیاید مناطق اطرافو ببینید چه خبره. اونجا باید این کارا رو بکنید. مناطق اطراف چه خبره؟ شما یه چیزایی هست باید خودتون از نزدیک ببینید. نزدیکه. با موتور یه دقیقه است. بیاد بریم به دکتر ببری؟ من مراقبم آقا نگران نباش بفرم آقا دکتر من نمیذارم شما رو آقا من میگم مراقبم من استفاده بفرم